Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ba umid az inke shagirdan hayat aziz ma khub va salim va sihatmand boshan, afiyat dashta boshan az virus corona va digar amroz. Ba familhayatan, ba badarjan va madarjanatan tamamatan sihatmand boshin. Umid az amin ma darim inshaallah ma salim memonim yakam va mawazibat az khud mikunim. Diga inshaallah corona ma shoma ra namigira, tawakkal ma ba khodavand mutaal ast. Kasi ke aqidai qawi dashta bosha, کسی که تشویش زیاد نکنه و کسی که در افغانستان زندگی کرده باشه از سطح هم و به اصطلاح بگم انتیبادی بدن از او بسیار بلند رفته و بسیار قوی می باشه او را کرونا نمیگیره اگر بگیرم پس جور میشه خب دوست عزیز میم سر لبس در سنف 11 فصل اول در بخش هندسه ما مقاطع مخروطی را خواندیم در دو درس اول تمام تعریف های کردیم تعریف الیپس هم کردیم امروز بعضی جزئیات از الیپس را برتان میگم اما اول یگان شاگردا میگه بیضوی یگان شاگردا چی میگه بیضوی یکی بیضوی است یکی الیپس است این دوست عزیز فرق میکنه فرقش چی است بیضوی خود تخمه میگه تخمه دیدیم تخم که از او یک شکل جامد است و نمود نمود یک شکل کلوله است اگر ما تخم اینه تو در سر تخته بانیم باز نمود یک خط از چار اطرافش بکشیم در روی تخته باز یک به اصطلاح یک شکل انجرست میشه این امیر باز از امور اگر تصویر شده گیریم تصویر از تخم به نام الیپس یاد میکنه خود تخم بیضوی است خیلی شما زیاد بیضوی استفاده نکنید شما میبین یک بیضوی اینه طور است یک بیضوی اینه طور است یک بیضوی نه یک الیپس اینه طور است درست است بیضوی اون مهارت شکل جامدش میگه اما شکل 3D ش میگه خب خیر به هر صورت مفهوم رسانده میتونیم که الیپس بگویا یا بیضوی بگویا میایم سر الیپس ما گفتیم که الیپس که از چه قسم یک شکل است تعریفش کرده بودیم اینجا باز یک الیپس برتون رسم میکنم در این الیپس دوست عزیز ما گفتیم که رسمش میکنیم باید اینجا دو نقطه مستقر داشته باشیم درست است این دو نقطه مستقر به نام که یکی F است یکی هم F زبر است خیلی ایتو میگم F و F زبر که دو نقطه مستقر است این را به نام محراق ها یاد میکنم محراق ها یک الیپس دارای دو محراق میباشه یکی F و یکی هم F زبر میباشه درست است نقاط مستقری که در تعریف گفته بودیم اونم دو نقطه مستقر فواصل مجمع فواصلش مساوی باشه اونم نقاط مستقر به نام شیاد میکنم محراق ها یاد میکنم خب حالا تو میایم یک خط که محراق ها را با هم وصل میکنه و باز از این الیپس الیپس هم قطع میکنه و تیر میشه اونم خط به چی نام یاد میکنم سعی کنیم یک خط است از محراق اول تیر میشه اونم تو میره محراق دوم قطع میکنه باز اونم تو بیرون میره اینمی خط به نام محور اصلی محور محراقی یا محور تناظر چند نام داره اینمی کل نمایش درست است اینمی را به نام محور تناظر چی یاد میکنه؟ از الیپس یاد میکنه عمود بر اینمی محور عمود بر اینمی محور که اینمی دو محراق که هست یک محراق دیگه محراق اینمی را به وسط دو تا تا بکنه اینمی یک محور دیگه ما در الیپس داره فرض کنین اینمی وسط شد اینمی هم یک محور است محور دوم از الیپس است که را محور عمودی میگه محور چی؟ محور عمودی بر محور محراقی خب محور عمودی از این که هست باز؟ الیپس در یکان نقاط قطع میکنه اینمی نقاط باز ما بی زبر میگیم و اینمی محور اصلی یا محور تناظر یا محور محراقی که است اینمی محور که الیپس قطع میکنه اینمی را ما به ای و ای زبر چی میکنیم یاد میکنیم خب یکی ای داریم یکی ای زبر بی داریم بی زبر اف داریم اف زبر اینمی نقاط که است اینمی نقاط این را رأس میگه خب چی میگه رأس های الیپس باز اینمی هم رأس است این هم رأس است خب باز این رأس ها که است فرق میکنه یکی رأس های است که از محور محراقی به وجود می آید یکی از رأس های است که از محور عمودی به وجود می آید یعنی ما دو دانه محور تناظر داریم چند تا دو تا محور تناظر داریم خب دوست عزیز اینجا چند چیز باید به یاد داشته باشیم اول وقتی که ما این از اینجا
تا اینجا اینی فاصله را داریم، یعنی اینمی مرکز الپسام گفتم میتونیم، مرکز چیزام گفتم میتونیم تناظر یا مرکز الپس میگه مختصاتش پیدا بکنیم. اینمی فاصله تا محراق و مرکز اینمی را به سی، به هر سی نشان میدیم. یک گپ. دو، اینمی فاصله را از اینجا تا به رأس اینمی را به حرف ای نشان میدیم. به حرف چی؟ ای. از مرکز تا به ای رأس اینی فاصله را به بی نشان میدیم. به حرف چی؟ بی. آله از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا اینی فاصله خو مساوی است خیام ای میشه اما منفی ای. اینمی فاصله از اینجا تا اینجا بی میشه اما منفی بی. اینی فاصله از اینجا تا اینجا ای سی میشه اما علامش منفی میباشه، منفی سی. چرا؟ چرا که ما اینمینجا اگر ای را ما رسم بکنیم، اگر محور وای اگر اینجا بتیم محور وای، از وای به طرف چپ که میریم قیمت ها منفی میباشه و به طرف راست که میریم قیمت ها مثبت میباشه. اما تو پایین که میاییم اگر این محور اکس شوه پایین که میاییم قیمت های ما منفی قیمت میگیرن، منفی میباشه و بالا مثبت میباشه. ایرش ما در چند، در بسیار زیاد از درس ها خواندیم، در تابع خواندیم، در مدلات خواندیم، در نامساوات تمامش شما خواندیم. خب آن دوست عزیز، این از اینجا تا اینجا اینی فاصله این میره به نام طول، طول چی یاد میکنن؟ دو محور داشتیم، محور تناظر. خب یکی محور کبیر گفته میشه، کبیر یا اطول یا طویل. یکی هم محور تناظر صغیر گفته میشه، صحیح شد؟ یا قطر بارش بگوییم، قطر. از اینجا تا اینجا این یک قطر است و از اینجا تا اینجا این دیگر قطر است. یک الپس که است قطرایش به نهایت می باشه. قطر به چی معنا؟ این نقطه را با این نقطه وصل کن، اینمی قطر است، درست است؟ وقتی که ساری، وقتی که از مرکز تیر شود خیلی چقدر قطر را رسم کرده می تانیم؟ به نهایت قطر. اما بزرگترین قطر که است اینی است که این نقطه را با این نقطه وصل می کنه. خیلی به نام قطر، قطر اطول یاد میکنه یا قطر، قطر کبیر. قطر چه؟ کبیر. یعنی از ای تا ازبر، از ای تا ازبر اینه میره به نام قطر کبیر یاد میکنه. در کنکور سوال میه یک الپس برات میده میگه قطر کبیر ازی یا قطر اطول ازی یا قطر کلان ازی چقدر طول داره؟ طولش هم میگه شما پیدا کنین طولش چقدر است. این فاصله که است ای است، این فاصله هم ای است، ای جمع ای دو ای، این طول قطر کبیر شد. خب این قطر صغیرش است، از اینجا تا اینجا کوچکترین قطر که ما در الپس داریم اینمی است. خب از بی تا به بی زبر اینمی فاصله یک بی ایست، یک بی ایست، بی جمع بی دو بی، این فاصله است. یک چیزی دیگه داریم، فاصله، فاصله بین محراق، محراق ها. اینی محراق است، این هم محراق است. از یک محراق تا دیگه محراق چقدر فاصله داریم؟ این فاصله سی است نه؟ این فاصله هم سی است. خیلی بین دو محراق به اندازه دو سی فاصله داریم. خیلی ما اتو میگیم که از اف تا اف زبر اینمی فاصله ما که است به اندازه چی است؟ به اندازه دو سی است. این بسیار نقطه مهم است، این بسیار یک نقطه مهم است و این هم یک نقطه بسیار مهم است. این چی میگیم؟ قطر، قطر صغیر. طول قطر صغیر اندازه دو بی، طول قطر کبیر اندازه دو ای، فاصله بین محراق ها اندازه دو سی می باشد. حالا میایم دوست عزیز، وقتی که ما ای و بی را ما در فرمول در مدلش می داشته باشیم اما به خاطر دریافت سی ما یک فرمول داریم، چطور ما می تانیم سی را پیدا بکنیم؟ یعنی می رویدان واضح می سازم. خب اینجا دوست عزیز ما یک اف داشتیم و اینجا دیگر اف. باز ما گفتیم وقتی که ما الپس به او شکل میگیم که ای فاصله جمع ای فاصله، این همی باید به اندازه چقدر باشه؟ به اندازه دو ای باشه. گفته بودیم یعنی
بله به اندازه چی باشه؟ دو ای باشه. و دیگه از اینجا تا اینجا این فاصله به اندازه چی است؟ سی است. وقتی که این دو ای است، یک ای است، یک ای ای است، این فاصله چی شد؟ ای. این فاصله از اینجا تا اینجا چی بود؟ بی. به اساس قضیه فیثاغورس یا فیثاغورس که برش میگن، مربع وتر، مربع وتر، ای مربع، اینی وتر است، مثلث شد نه؟ مربع وتر مساوی میشه با مجموعه مربعات دو ضلع قائم، یک ضلع قائم، این دیگه ضلع قائم، مجموعه مربعات، بی مربع، مجموعه معنا مثبت سی مربع. از این رابطه ما میتونیم سی را پیدا بکنیم. چی را پیدا بکنیم؟ سی را. اگر این را بی را این طرف بیاریم، سی مربع مساوی میشه با این مربع منفی بی مربع. اطراف تحت جذر قرار میدیم، مربع از این کت از این خلاص میشه، سی مساوی میشه با مثبت منفی جذر ای مربع منفی بی مربع. این بسیار یک فرمول مهم است شاگرد عزیز، به اندازه بسیار زیاد مهم است، شما این را باید حفظ بکنیم و یاد بگیریم. یک عنوان دیگه داریم در الیپس به نام عامل مرکزیت. عامل مرکز، عامل مرکزیت در الیپس یک عنوان دیگه است. این با چی معنا؟ این نسبت، این نسبت طول قطر، قطر اطول یا کلام و فاصله بین محراق ها. این امیره به نام چی یاد میکنه؟ به نام عنل مرکزیت یاد میکنه و به حرفی این نشان میده. سیکو این مساوی میشه طول قطر اطول، قطر اطول از اینجا تا اینجا، این طولش است، طول از این چی است؟ ای زبر تقسیم بر فاصله بین محراق ها، از اینجا تا اینجا این فاصله، این فاصله به نام اف اف زبر یاد میشه. خب اگر این ما قیمتایش رو وضع کنیم، ای زبر از اینجا تا اینجا چقدر بود؟ قبلا گفتیم که دو ای، یک ای دو ای، و فاصله بین محراق ها چقدر بود؟ یک سی اینجا است، یک سی اینجا، دو سی. درست است؟ ساری دوستان عزیز، سرچپا گفتم عامل مرکزیت نسبت فاصله بین محراق ها و طول قطر اطول. اول باید چی نشته شود؟ اول باید فاصله بین محراق ها نشته شود. این مساوی میشن اف اف زبر تقسیم ای زبر. اف اف زبر ما اندازه دو سیست و ای زبر اندازه دو ایست. دو به دو خلاص میشه، خیلی این مساوی میشه سی بر ای. این را شما باید اما دو تایت حفظ کنیم، این بسیار مهم است. خب آره، قیمتی از یعنی مرکزیت ما در الیپس چند شده میدانم؟ این در کنکور یک سوال میاد. این که است در الیپس همیشه کوچک از یک میباشه. چرا؟ به خاطر که سی که است سیکو سی اینی فاصله است، ای که است این فاصله است. خیلی یک فاصله کوچک که تقسیم فاصله بزرگ میکنیم قیمتش همیشه از صفر بزرگ میباشه اما از یک کوچک میباشه. خیلی را بیاد داشته باشین که عامل مرکزیت در الیپس همیشه از یک کوچک و از صفر بزرگ میباشه. یعنی سوال چی هست؟ سوال از کنکور است. خب تا درس بعدی شما را خود به خداوند متعال میسپارم. این شما در درس بعدی ما معادلات از الیپس میخوانیم و در باره مثالایش کار میکنیم. وقت خوب و خوش براتون میخوانیم. خداوند متعال.